پوتین: روسیه پایگاه نظامی خود را در تاجیکستان پرزور میکند. در تاجیکستان نمایش فیلم هنری درباره رحمان برگزار گردید. تفصیلات های اسیان زندانی های خوجند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهار نمود که روسیه پایگاه نظامی خود را در تاجیکستان پرزور میکند. در این خصوص او سنه 20 دکبر در رفت کنفرانس مطبوعاتی اطلاع نمود. با اعتدال آوردن این وضع در افغانستان تنها با راه سازش بین همه جانب های روند سیاسی در خود افغانستان امکان پذیر بوده، تا این وقت ما مجبوریم که امکانات پایگاه نظامی امان را در تاجیکستان پرزور نماییم، اظهار نمود پوتین. Относимся к Таджикистану как действительно к своему очень близкому партнеру и союзнику. Не просто это стратегические отношения, это союзнические отношения. Мы это высоко ценим и намерены так и дальше работать именно в таком. Мутахассисон кайд мекунан ки унсурхои назорати неоколониали Русия аз болои Таджикистан ба монанди боқи гузоштани пойгоҳи ҳарбӣ ба солҳои дароз در نوبت اول با بهانه ارزی وجودی خطر از جانب افغانستان آمده استاده تامین کرده می شود. городе Душанбе, городе Куляб, городе Курган-Чубек, где дислоцируется военная база. یاد رس میکنیم که سال 2015 پایگاه حربی 201 روسیه جای خود را عوض نمود که در نتیجه پالکی گاردی رقم 149 نه در نزد افغانستان بلکه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان قرار گرفت. Кроме того, идет тесное сотрудничество с Федеральной службой безопасности. Здесь у нас находится также представительство погранкомитета Российской Федерации Республики Таджикистан. Дар Таджикистан гумроҳ сохтани зеҳнҳои ҷавонони наврас идома дорад. Ҳамин тавр санаи 19 декабр дар қаламрави Таджикистон филми ҳунарии Марди роҳ дар бораи Раҳмон намоиш дода шуд. نمایش فیلم مذکور با تشبوسی کمیته آید به کارهای جوانان و ورزشی تاجیکستان و شبکه دولتی تیوی سفینه پیشکش کرده شده است. تماشاکنی آموی فیلم مذکور در همه شهر و ناحیه های کشور با جلب زیاییان، دانشجویان و خوانندگان مکتب های میانه در نظر داشته شده است. دعوت کردگی اومدیم کلش تربیت کنیم. کدوم فیلم تماشا میکنیم؟ فیلم حالا نمیدونم چه فیلم. معلوم نیستم. میدونیم به همه بینیم. یک قسمی تماشابینان حتی نمیدونستند که به تماشای فیلم در خصوصی رحمان آمدند. اکثریتی تماشابینان ناچار در همصحبت با خبرنگاران نقل نمودند که آنها را برای تماشای فیلم نامعلوم فرستادند. در محاسبه با خبرنگاری شبکه نستایش وریم دکتر علم های حقوق شاکر جان حکیموف اظهار نمود. شتو افتوریتارنی رژیمی توتالیتارنی سیستمی رژیم های حکم روا در سیستم توتالیتاری عنصر های گوناگونی گمراه ساختن ذهن ها را به کار می دارند و کوشش می کنند که با مدح کنی شخصیت به پرستش سرداری کشور مشغول باشند. یاد رس می کنیم که تبلیغات مدح کنی شخصیت رحمان امروز به یکی از قسم مهم سیاست داخلی رژیم تبدیل یافته است. بنابراین کتاب ها در خصوصی رحمان، واخری های با دبدبه و مدحیه ها از طرف منصبداران در تاجیکستان یک کاری عادتی شده است که کسی را به حیرت نمی گذارد. رسول وحدت ملی پیشوای معظم ملتمون محترم امام علی رحمان می باشد. بعضی تفصیلات های سیان زندانی رقم 3 شهر خوجند که سنه 8 نویبر سال جاری رخ داد، منصبداران به وسایط اخباری عامه تاجیک آشکار نمودند. آژانس اطلاعاتی از یپلوس به منبع نامعلوم در پروکوراتوره ناحیه تکیه نموده اطلاع می دهد که گویا محکوم شدگان دانسته ساده به کشتار دست زدند. پیش از برداشتن اسیان آنها جنازه خود را گذاشتند. سپس بر ضد کارمندان مؤسسه اصلاحی جهاد اعلان نمودند. می گوید منبع، یعنی آنها خوب می دانستند که به مرگ می روند. مشاهدانی که از حادثه شده گذشته واقفند اظهار نمودند که یگانه سبب اساسی فاجعه رخ داده در مؤسسه اصلاحی این معامله درشت کارمندان مؤسسه نسبت محکوم شدگان می باشد.
یادرس میکنیم که اول ماهی نویبر در مؤسسه اصلاحی رقمی سه شهری خوجند از طرف کارمندان مقامات قدرتی کشتاری عموی رخ داد که در نتیجه زیاد از 50 نفر قربانی های کشتاری مذکور گردیدند. ولی با بزرگی فاجعه نگاه نکرده وسایط اخباری عموی جهانی و منطقوی به آن جلب کرده نشدند و از طرف یگان قوه های سیاسی آید فاجعه مذکور شرح و یا ایضاح داده نشده است. چی طوری که تحلیلگران میگویند از سبب خودسری کارمندان مؤسسه محکوم شدگان مجبور شدند که برای حمایت حقوق و ناموس خود به چنین کار دست زنند. ولی رژیم تاجیکستان برای پنهان نمودن سبب های اصلی فاجعه حادثه را همچون اسیان گروه های جهادی که با دیش رابطه داشت اعلان نمود. از کاری قبرستان به آواد از کاری گفته همین قده بینیم گوه مویا ملیسه ها کشالکه دا اصول داد گفته است داری مسجده سخت کرده است